متاسفانه یکی از رول‌های شاه که خیلی رو گول می‌زد این بود که یه چیزی افراد رو می‌خواست و به اینها وعده می‌داد که تو چه چیزی از دکتر مصدق کمتره. اول مرحوم دکتر فاطمی رو خواسته به خیالی که خب اونم جاه طلبی می‌کنه رو که بله به خدای دکتر مصدق پیر شده و باید کنار باشه دکتر خودت بیای نخست وزیر بشو خودتو مثل دکتر مصدق هستی و دکتر فاطمی این شهامت رو داشت که آمد این رو به دکتر مصدق گفت و دکتر خودشون من فرمودن که من بهش گفتم که تو برو مسافرت و الا بمونی این میکشدت نمون ساعتی که ایشان را میخواستن اعدام کنن دکتر فاطمی میگه که این افسران این موقعیش که دیگر جایی برای عوام فریبی نیست چون بین حیات و مرگ من دقایق پیش نیست ما 20 چند ماه در این مملکت حکومت کردیم و قصدمون بود که مردم را روشن کنیم که نوکر خودشون باشن ولی متاسفانه دربار نگذاشت دکتر مصدق هم نظرش این هم تکرش کردم که من فدا بشوم بهتر است تا مملکت فدا بشود بعدم که شما دیدید اون مرد بزرگوار جان خودش رو این کار گذاشت و با این احال خیلی خیلی شرافتمندانه رفتار کرد تا آخرین روز حیاتش